قاسم نظرت چیه؟ تا بعد من برم سراغ مجید و من میگم آقا مجید و... اگه میخوای بیار بالا، آقا مجید رو بیار با هم دیگه صحبتی بکنیم. باشه. من میخوام در مورد این قانونی که اول سلام خدمت آقا مجید. این قانونی که گفته بود سامان، من سلام مخلص مجید جان. تو حدودی صدات کمه. باش. سلام درست سلام. آره اگه میشه اینجا نگرش دار که من هی مجبور نشم بگم. خیلی من تا حدودی باش موافقم ولی نه 100%. چون ببینید بچه ها معمولا خودشون پوشش حجاب و چادر رو انتخاب نمی کنن. از اونجایی که من میدونم و دیدم خیلی هم طبیعیه، بچه ها معمولا حجاب رو انتخاب نمی کنن. ولی از طرف خانواده حالا یا بهشون تحمیل میشه به زور یا با تشویق کردن، بچه رو تشویق میکنن که حجاب رو انتخاب کنه. برای همین ما چون دسترسی به بچه توی محیط خانواده نه دولت نداره، باید یه راهی باشه که اون بچه بتونه خودش شخصا انتخاب کنه. میدونی یعنی پدر و مادر این حق رو نداشته باشن چه با فشار تنبیه چه با تشویق این پوشش رو بچه تحمیل بکنن. ما از اون جهت دیگه راهی نداریم. ببین به نظرم این قانون که گذاشتن یه خورده سختگیرانه، یعنی بیش از حد داره سختگیری میکنه که اصلا زیر چون سن فکر میکنم تا سن 15 سال تو فرانسه اصلا 15 سال بعد میتونن سکس داشته باشن، این که از 18 سال بعد بخوان حجاب داشته باشن این اختلاف سنش نمیخوره خیلی با هم دیگه، ولی اگه هر دوش از 18 سال باشه به نظر من منطقی تره، هرچند بازم قانون خشنیه به نظر من. من وقتی میگم یه چیزی غیر قانونی نباید بشه، خب خیلی ها توی لایو چت فکر میکنم من انگار دارم میگم این چیز خوبیه. خب من انگار دارم میگم مگه آرمین مگه این بد نیست؟ خب بله، من که قبول دارم که بده. من میگم دولت نمیتونه وارد، حکومت نمیتونه وارد هر چیزی بشه که بده. خب و هی توجیه همه که چرا این قانون خوبیه اینه که خب چیزی که داره جلوش گرفته میشه چیز بدیه. خب ما نمیتونیم که حکومت رو وارد هر چیزی که بده بکنیم، یعنی نمیتونیم. این خیلی حکومت بزرگ دیکتاتوری نانی استیت. میدونم قبول دارم این حرفت رو، من که میدونم آره، ولی میدونم تو متوجه میشی قاسم جان، ولی خیلی متوجه نمیشن. خیلی فکر میکنن که تو اگه بگی یه چیزی نباید غیر قانونی بشه، یعنی داری تایید، یعنی داری میگی که اون چیزی که جلوش داره گرفته میشه چیز بدی نیست. خب یعنی که یعنی تو داری از تو خود تاییدش میکنی، انگار مثلا من دارم میگم بچه زیر 18 سال حجاب سرش باشه هیچ مشکلی نداره و پدر مادر باید بتونن، یعنی چیز خوبیه که این کار انجام میدن. نه، من میگم چیز بدیه، نباید این بشه. ما یه راه دیگه ای باید پیدا کنیم که جلوشو بگیریم، با تبلیغ، با آگاهی سازی. ولی حکومت رو نمیتونیم همه قدرت رو بدیم به حکومت. یعنی اگه هر مشکلی تو جامعه هست بهونه بکنیم که حکومت، خب بیا حکومت، این یه قدرت دیگه، حکومت رو داری گنده‌تر میکنی، اقتدارش رو میبری بالا دیگه، انقدر بهش داری قدرت میدی که تو هر چیزی بتونه فضولی کنه. خب من میگم برای شما هر مشکلی تو جامعه که میبینی باید نمیتونی بگی آه حکومت بیا اینو حل کن. یه سری چیزها هست که رایلش یه چیز دیگه است جدا از حکومت. خب نگرانی منطقیه، قبول دارم اینکه بخوام هی دولت به بهانه های مختلف تیک تیک آزادی حق انتخاب را از افراد بگیره، با این باعث بزرگتر شدن حکومت و دولت میشه، این خوب نیستش. ولی از اون طرف ما این رو هم داریم، کسی که تا 18 سالگی دیگه میدونیم، از خود توی برنامه دیروز بود فکر کنم نشون دادی تو انیمیشنی که ساختن سر دختر بچه 6-7 ساله چادر کشیده بودن تو سکولار جهادیست. اینا ببین کسی که از اون سن تا مثلا 18 سالگی با چادر زندگی میکنه دیگه بعدش بخواد این چادر رو بذاره کنار، اون دیگه نمیتونه منطقی تصمیم بگیره. او بخواد نخواد تحت تاثیر اون 15-16 سال زندگی با چادر سخته براش که بخواد چادر رو بذاره کنار. درست قاسم، اینا همش موضوع بحث اینه که این چیز مضر هست برای بچه ها. خب ولی ما اگه بخوایم اینو وارد اگه به حکومت بتونیم یه همچین قدرتی رو بدیم نه حکومت ندیم چه قدرتی، من خواهم ببینم چه راه حل باید بشه. تو اینکه بخوایم مثلا حالا اون که مثلا هوم اسکولینگ رو گذاشتن کنار خیلی کار خوبی بود، خیلی هم مثلا اونو میرفتن اصلا کلا اونو من قبول هوم اسکولینگ به فارسی چی میشه؟ آموزش در منزل. آره آموزش در منزل رو قطع کردم، درسته این خوب کار خوبی بود.
آره ولی باید یه راهی باشه که نتونن این کارو بکنن. حالا نمیدونم، حالا چون نمیشه، هیچ کاری نمیشه که تو محیط خونه راهی برای جلوگیری ازش نیست. بالاخره معمولا با تشویق این کارو میکنن. من به نظرم همین که آموزش در منزل رو قطع کردن خودش کلی مشکل حل میکنه. خیلی ببین، پدر مادر میگن باید حجاب بکنی سرت، بچه باید بره مدرسه، دیگه تو خونه نمیتونی بگین تحصیلاتش داره تو خونه انجام میده، مدرسه هم که داره میره حجابش رو باید در بیاره. خب این بچه رو دارین آموزش میدین از توی مدرسه، دارین از همون بهش آموزش میدین که اینکه پدر شما مادر شما دارن میگن حجاب باید سرت باشه، نه شما میتونین اینجا یه جای امنی وجود داره برای تو که حجابتو در بیاری و کلی با بچه دیگه هم بدون حجاب با اینا داری بازی میکنی، میبینی هیچ مشکلی هم نیست، میپذیرنت. این درسته؟ یعنی این داره بچه داره اکسپوز میشه، اکسپوزش میشه قاسم، در معرض قرار گرفت، در معرض در معرض یک سری عقاید دیگه در قرار میگیره و این باعث رقابت با اون شستشوی مغزی قرار میگیره که پدر مادر دارن خونه انجام میدن. به نظر من همین بهترین راهه، بهترین راه فعلیه به نظر من در دسترس، یعنی راه کاملی هنوز نیست چون بالاخره بچه تو خونه راه کامل برای چیزی وجود نداره. ما دنبال راه کامل، ما باید دنبال راه خوب بگردیم. راه کامل، من خیلی آرمانگرا هم به نظر من، کلا تو همه چی خیلی آرمانگرا هم. آره یه قاسم اگه میگی راه کاملی نیست، هیچ چیزی راه کامل نداره، همه چی نقصی داره.